أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 11 رمضان، روز دوشنبه، ساعت 5:06 به وقت تهران و 3:36 به وقت مکه مکرمه، در بعد از ظهر روز دوشنبه، خدا را می خواهیم که طاعات و عبادت شما بینندگان محترم را قبول کند، اخلاص بیشتری به ما و شما عطا فرماید، توفیق دهد تا این ماه مبارک را به سلامتی و خوبی توأم با عبادت، با تلاوت قرآن، با روزه، با نماز تراویح، با نماز شب به پایان برسانیم انشاءالله و خدا از ما و شما بپذیرد. زحمات و عبادات اگر که در آن اخلاص نباشد مورد پذیرش الهی واقع نمی گردد، چون که در آن اخلاص باشد یقینا خداوند می پذیرد، زیرا می فرماید انما یتقبل الله من المتقین، خداوند از متقین قبول می کند. توفیق بیشتری برای شما بینندگان محترم خواهانیم. در جلسات گذشته پیرامون انفاق صحبت کردیم، حتی در برنامه دیشب هم بهار قرآن در این رابطه بود، امشب هم ادامه خواهد داشت انشاءالله. انفاق همیشه جزء برنامه های روزمره انسان مؤمن باید باشد، اما در ماه رمضان بیشتر، در ماه رمضان سخاوت انسان، کرم انسان باید بیشتر شد. برای کمک به بینوایان تلاش بیشتری کنید، در رمضان کمر همت ببندید، بیشتر خرج کنید برای فقرا در راه خدا. در رمضان اجر مضاعف است، چند برابر اجر دارید. همین است، زمان و مکان تأثیر دارد برای بالا بردن حساب اخروی. در زمان رمضان بین ماها، جمعه بین روزها و ایامی مثل عرفه، مثل نوح ذی‌الحجه و ایام دوشنبه و پنجشنبه، اینها ایام خوبی است برای یا دهه اول ذی‌الحجه که خداوند بر آن قسم یاد کرده، و الفجر و لیال عشر، قسم به فجر و شبهای دهگانه ذی‌الحجه. این ایام ایام پربرکتی است و رمضان اولش، وسطش و آخرش همش برکت هست، مغفرت هست، رحمت هست، آزادی از آتش دوزخ هست. خداوند برای ما یک بهانه‌ای درست فرموده و درست کرده است که اگر از آن تبعیت کنیم، از این بهانه، از این راه و از این روش، موجب مغفرت گناهان می شود، از جمله کثرت عبادت و کثرت انفاق است. در مسئله جهاد فی سبیل الله، مال را بر نفس تقدیم کرده، جاهدو به اموالکم و انفسکم می فرماید، به ما به وسیله مال و بعد به وسیله بدن و خودتون. پس انفاق اجر زیادی دارد. در قرآن خداوند انسانهای منفقین را ستوده و به خصوص اونهایی که در خفا، در سر انفاق می کنند، در خوشی و ناخوشی انفاق می کنند، در وقتی که دارند و وقتی که ندارند انفاق می کنند، اینها مورد ستایش الهی قرار گرفتند. فالسراء والضراء ان تبدوا الصدقات فنعم ما هي
اما دنبالش میفرمایند و این تخفوها و تؤتوها الفقرا فهو خیر لکم، مخفی کنید خیلی به نظر به بهتر است برای شما. و در روایت صحیح داریم که صدقه پر ارزش و با اجر است که در خفا باشد، به گونه ای که دست چپ شما نبیند و نفهمد که دست راست چه انفاق کرده. یعنی کنایه از سریت و مخفی بودن این انفاق. زمانی که شما انفاق میکنید خدا را خوشحال میکنید، بنده خدا را خوشحال میکنید، ایتام را خوشحال میکنید، بینوایان و فقرا را خوشحال میکنید. ادخال خوشحالی در دل یک شخص مؤمن خود اجر زیادی در بر دارد. کما این که در روایت صحیح میفرماید یک لبخندی در، اگر هم چیزی نداشته باشید، پول نداشته باشید که انفاق کنید، یک لبخندی با اخلاق خوبی با یک برادر مؤمن و خواهر مؤمن زمانی که به هم رسیدید، با یک اخلاق و یک لبخند برای شما میتواند صدقه ای باشد. و ابتسامه برای انسان مؤمن صدقه است. پس بنابراین راه انفاق زیاد است و تنها انفاق در ماده و در پول نیست، بلکه در کارهای معنوی، همکاری با مردم خود انفاق است. عدم اذیت، اذیت نکردن یک نوع انفاق است. به دیگران اذیت نکردن یک نوع انفاق است. در روایت صحیح اینو داریم که اگر که خیر نداشتی لااقل به مردم اذیت نکن، از خیر تو امیدی نیست شر نرسان. این خود یک انفاق است. از این که کسی از دست شما ناراحت نباشد، متعزی نباشد، این انفاق است. و بدیهی است که رسول الله صلی الله علیه و سلم بر این مسئله تأکید کرده. حقوق دیگران، در یک روایت می‌فرماید که ایمان ندارد کسی که دیگران از دستش در امان نیستند. این شخص ایمان ندارد. حتی همسایه از دست شما راضی نیست، این شخص ایمان ندارد که دیگران را اذیت میکنه. خب توجه کنید، انسان مؤمن باید چه باشد؟ نتیجه چی میشود؟ بعد از این همه آقا انفاق کن، کمک کن، راستی و درستی، دیگران اذیت نکن، بعد نگو، مساوی میشی با یک انسان مثبت به درد بخور برای این جامعه. حالا برعکس شو ببین، کسی که دیگران را اذیت میکنه، چه با دست چه با زبان، چه با دست چه با زبان، فحش میده، بد میگه، ناسزا میگه، بد اخلاقه، همیشه به خصوص همسایه رو خیلی اذیت میکنه، بعد یک انسان کاملا منفی است، یه میکروبی است در جامعه. نبودن این شخص به مراتب خیلی بهتر از بودن این است. همه مردم دعا میکنن خدا این از شرش از ما کوتاه کن، از جامعه برش دار. پس دستورات اسلامی همش دستورات مفید هست. خاموشی و یا اینکه سخن خوب و نیک گفتن، اگر حرف خوب بلد نیستی خاموش باش. و من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلیقل خیرا او لیصمت، یا خوب و نیکو گوید یا خاموش بنشیند. همین سخن دیگران را اذیت میکند اگر که بد باشد. حالا شما توجه کنید، کسانی که اهل فحش و اهل ناسزا و اهل سب و لعنت و بدگویی هستند چه مقامی در این جامعه دارند. چرا ما توصیه میکنیم برادران شیعه خود، میگوییم اهل فحش و لعنت و ناسزا نباشید، خود را منفور نکنید در جامعه. چی میشه اگر که به تعبیر آقای هاشمی اگر لعنت نکنید؟ چی میشه اگر که خاموش بنشینید، بد نگویید؟ و انسان مفید همیشه خوشرو و خوش اخلاق و نیک گفتار است. داخل فرمان اگر تماسی دارید وصل کنید.
ایرج از تاجیکستان بفرمایید. آقا ایرج اولین تماس. سلام علیکم. سلام و رحمت الله و برکات. خیلی شما مشکورم از اینکه با شما در تماس هستم. بفرمایید خانم. تو سوال داشتم خیلی. بفرمایید. قبل از این سوالم رو مطرحم سلام گرم و جوشان یک گروه جوانان تاجیک بر شما می‌رسانم. درود بر ملت تاجیکستان و سلام بر شما و جوانان پاک تاجیک. سوال یکم اینه که از نظر شرق تجارت زمین و گندم جایز است؟ تجارت به با؟ سوال دویم اینه تجارت زمین و گندم. بعضی میگن که از نظر شرق جایز نیست که تجارت گندم تجارت شود. بله. سوال دویم اینه که ما در رابطه با آیت 49 سوره مبارکی توبه که ما میگویم که اونجا یاریغار حضرت ابوبکر است. ولی من از برادران شیعه شنیدم که اینجا میگوید ضعف ایمان حضرت ابوبکر بیان میشه، یعنی که حزن ایشان بیان میشه. میگوین که وقتی که مشرکا به غار حمله میکردن پیامبر به حضرت ابوبکر میگفت که ولا تحزن، شما محزون نباشید. میگفت اینجا حزن حضرت ابوبکر بیان میشه. شما لطف کنید در این باره توضیحات بیشتر بدهید، ممنون میشم. چشم. توجه سوال شد من شده. بله. آیه 40 هست نه آیه 49 شده. خیلی. بله بله آیه 40. آره 40 سوره توبه هست. بله. چشم. بله بله. بله گفتنی دیگه دارم موفق و پوینده و. خدا حافظ شما. بینده بعدی رو بدید. خدا حافظ شما. خدا حافظ. خدا حافظ. بینده بعدی رو بدید. یوسف از ایران بفرمایید. یوسف سلام علیکم. جواب سلام و رحمت الله و برکات. این آیه قرآن که درباره حضرت علی که میگه حضرت علی در حالت رکوع انگشتر زکات داده، زارن برادران که برادران اهل سنت میگن که در راجب به حضرت علی نیست، چون حضرت علی در حالت رکوع که خدا رو خودش رو نمی کنه مثلا با یک گدا هم سخن بشه یا مثلا حواظش پرد بشه با گدا چیز کنه. منظور که میگن مثلا در شهر حضرت علی نیست، این که خود آیه خود خداوند داری میگه انسانهای پاکیزه انسانهای مؤمن این حرکت رو انجام میدن. خواستم توضیح در برش بفرمید، چون برادران اهل سنت میگن مثلا حضرت علی این کار رو نمی کنه، در صورت که خود خدا تو قرآن میگه انسانهای مؤمن این حرکات رو انجام میدن. خیلی ممنون. اجر کمال. بیاده بعدی رو بدید. محمد عمر از ایران بفرمایید. محمد عمر سلام علیکم جناب استاد. و علیکم السلام و رحمت الله. خدمت شما چند تا سوال داشتم خاصه موضوع جناب استاد. بفرمایید. یکی که در نماز ایستادیم مثلا اقتدا می‌کنیم به مقتدی نماز شروع میشه، بعد در این نماز شروع شده و جلو صف خالی بشه، می‌خوایم حرکت کنیم بریم به جلو، آیا از لحاظ فقه حنفی درست است ما حرکت بکنیم؟ یعنی یکی ای بود یکی دیگه در نماز ایستادیم نفر جلویی از حال میره، مثلا ما الان حکم چیه در اونجا مثلا میخواد بیفته رو زمین یه اتفاق افتاده و داره ما چند روز جلوتر مثلا این طرف گرفته بدون اینکه سلام بدیم، اینا آیا در نماز نفسی هست یا اینا مثلا از لحاظ فقهی برنامه شما یکی بدیم و یه چی هست؟ بعد یک چیز دیگه این هست که درباره زنان همیشه مشکل داریم با همسر ما اینا، اگر مثلا شما بهشت و دوزخ و اینا رو هم خدا برای زنا آفریده، مثلا برای مردا آفریده است، شما هر حکم در قرآن داریم در برای مردا است، این یکم توضیح کاملتر بدین که اینا از لحاظ شرع اسلام یه چجوری است برای باشید. ممنون میشم. خیلی ممنون. خدا حافظ شما. بیننده بعدی رو بدید. یونس از ترکیه بفرمایید. آقای یونس سلام علیکم. سلام و رحمت الله. راستش یه سوالی داشتم، میخواستم ببینم آیه توبه در قرآن کریم چرا بدون بسم الله میخوانن؟ چشم. یه سوال دوباره یه سوال داشتم، این آیه که چی معنیش استفاده نمی کنم برای چی هست؟ کدوم؟ بعضی آیه هستن تو قرآن کریم معنیشون استفاده نمی کنن. معنیشون استفاده نمی شود؟ بله بله. مثل؟ من نمیدونم ولی خودم بلد نیستم فرق دادم. باش آیا همچین آیه هستن تو قرآن کریم؟ تا
توضیح خواهیم داد انشاءالله. علی اکبر از ایران بفرمایید. علی اکبر. الو، سلام. سلام و رحمت الله. الو، خسته نباشید. ممنون. میخواستم برام دعا بکنید فضا عمل جرای دارم استاد گرامی. چشم، با امید خدا خونه شما را خیر بده، خدا شما را شفا بده انشاءالله. عایشه از امارات بفرمایید. خواهرمون عایشه. سلام آقای خدمتی. سلام و رحمت الله. یه سوال داشتم. ما یه دوست خانوادگی داریم که زرتشتی هستش، خیلی ایشان نزدیک هستیم. آیا نماز و غذا خوردن در منزل ایشان جایز است؟ آیا نماز و غذا خوردن در منزل ایشان جایز است؟ چشم، بله جایز است. توضیح خواهم داد. محمد صدیق از سنندج بفرمایید. محمد صدیق. الو، سلام علیکم. و علیکم السلام و رحمت الله. سلام باشی. ممنون. خوبه. دعوت عبادتم قبول شما. همچنین. سلام عرض ادب دارم خدمت استاد بزرگوار و سلام عرض ادب دارم به مردم سوریه، خونریخته سوریه. از سنندج عزیز سلام میرسونم. خواستم از استاد بزرگوار بپرسم آیا کسی به حضرت عایشه توهین میکنه راست میگن میگن کافره یا نه؟ چشم، توضیح خواهم. ممنونم و تشکر. خدا حافظ. خدا حافظ شما. غلامی آخرین بیننده در این بخش باشند از ایران بفرمایید. آقای غلامی. سلام علیکم آقای خدمت. علیکم السلام و رحمت الله. آقای خدمتی، چند روز پیش و بیننده شما سوال کرد که صفات حضرت ابوبکر رو بگید. هشت صفات، درست آقای خدمتی؟ شما جایی که صفات حضرت ابوبکر رو بگین آمدین با حضرت علی برابری کردین و در این بین سخنانی گفتین بسیار بچگانه، بسیار تحصیل در سطح شما نبود. مثلا شما گفتین که حضرت علی 8 ساله بود به اسلام آورد ولی ابوبکر 40 ساله بود. اگر آدم عاقل این رو بدونه که 10 ساله استادش پیغمبر بوده، در مصر پیغمبر بزرگ شده، این فضیلت تره یا 40 ساله مسلمان شدن؟ همین انشاءالله. چشم، جواب شما هم خواهیم داد. نگه دارید فعلا تا جواب اینها رو بدیم. بسیار خوب. آقا ایرج از تاجیکستان فرمودند که تجارت زمین و گندم اشکالی نداره. برادر محترم، شما گندم خرید و فروش کنید، کشت کنید، محصول گندم بخرید بفروشید، باش تجارت کنید، خیلی هم خوبه. تجارت مباح و جایزیه و در این تجارت هم زکات باید پرداخت کنید. خرید و فروش زمین اشکالی نداره، زمان بخرید و بفروشید، از این تجارت هرچه فایده بردید هم زکات آن را نیز بدهید. اشکالی نداره که شما هم زمین خرید و فروش کنید و هم گندم خرید و فروش کنید. پس این جائز هست، تجارت زمین و تجارت گندم و جو و بقیه غلات. آیه 40 سوره توبه فرمودید که دیگران میگویند که اینجا در مذمت ابوبکر هست، زیرا گفته ولا تحزن. دیگران و دشمنان ابوبکر بر دنبال آنند که یک بهانه، یک چیزی پیدا کنند به ابوبکر نسبت دهند و خوبی های ابوبکر را تبدیل کنند به بدی، یا نقاط مثبت را تبدیل کنند به نقاط منفی. همین بینندمون الان، آخرین بیننده که زنگ زدن، همینو فرمودند که این فضیلت نیست و گفتند ما صفات ابوبکر که یاد کردیم این بچگانه بوده است و از این که حضرت ابوبکر اولین مرد بوده که به پیامبر ایمان آورده و قابل مقایسه با علی نیست که 8 ساله بوده به پیامبر ایمان آورده و این صفات و این طور
صفات ها بیان کردن همچون صفاتی بچگانه است. خیلی خوب، حالا ما نمیدونیم صفات بزرگانه باید چگونه باشد که ما بگوییم. شما همینش رو گرفتید؟ خواهم گفت این مسئله رو آخر، بذارید جواب بینندمون که به نوبت آقا ایرج. خیلی خوب، یکی از چیزهایی که در این مسئله رخ داده همین موضوع هجرت با رسول الله هست. این بینندمون که یا بقیه بینندگان که این را یک دست کم می نامند، عدم تحمل خوبی های ابوبکر است. ابوبکر صدیق فضایل خیلی بیشتر از این دارد که ما گفتیم، خیلی چیز فضایل دیگری دارد که حضرت علی نداشت. خب ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء، چرا ناراحتید که حضرت ابوبکر همچون صفاتی داشته و حضرت علی همچون صفاتی نداشت؟ مگر میشه شما هر دو را، حتی پیامبران خدا مثل هم قرار نداده، پیامبران درجاتی داشتن بالاتر، افراد درجاتی داشتن بالاتر از یک دیگر. میفرماید تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، پیامبران را مقام بالاتری دادیم بعضی ها بر بعضی دیگر، اولو العزم شدن بعضی ها، بعضی ها نشدن. در سوره احزاب میفرماید و اذ اخذنا من النبیین میثاقهم و منک و من نوح و ابراهیم و موسی و عیسی ابن مریم و اخذنا منهم میثاقا غلیظا، عهد محکمی و بزرگی با اینها امضا کردیم، عهد از اینها گرفتیم. این پنج تا بیشتر، زحمات این پنج تا بیشتر بودن از بقیه پیامبران، فضل این پنج پیامبر بیشتر از بقیه پیامبران بوده است و از همه با فضلتر و با مقامتر و بالاتر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم. این طبیعی است. چرا ناراحت میشید که ما بگیم ابوبکر از علی بهتر بوده در بعضی از صفات؟ چرا ما بگیم ابوبکر که صفاتی که خدا بهش داده بخوایم انکار کنیم؟ خب بوده، ما داریم مثال میزنیم. این بزرگترین برتری که نه علی داشت و نه عمر داشت و نه عثمان داشت و نه هیچ کس نداشت، هم صحبت بودن و هم سفر بودن با رسول الله بود. همین کافیست برای ابوبکر صدیق. آیه‌ای که نازل شده در شأن، شما میخواید آیه رو منحرف کنید بگید در شأن ابوبکر نیست، خب این خارج از حق است، خارج از واقعیت است. حق را بپذیرید. برای نپذیرفتن حق از جاده حق بیرون نروید که بخواید توجیه کنید. ثانی اثنین اذ هما فی الغار اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا. شما میگید ابوبکر نبوده؟ خب کی بوده؟ علی که اونجا خوابیده بود. هر کس بوده از علی در اینجا بهتر بوده. ابوبکر که نبوده، کسی دیگر اگر بوده باز هم از علی و ابوبکر و عمر و عثمان بهتر بوده و همه مفسرین به اتفاق میگویند ابوبکر بوده. پس بنابراین این یک شأنی است که خداوند به ابوبکر داده، به کسی دیگر نداده. معنی این حرف نیست که آقا علی نه خیر به درد نمیخوره و مقام نداره و احترام نداره. خیر قربان، کسی چنین چیزی نگفت. مقام علی همین بس که داماد رسول الله است، مقام علی همون بس که زوج بتول است. این مقام علی است. علی بی مقام نیست که شما بخواید بهش بدید، و علی هم مال شما نیست، اتفاقا روز قیامت از شما هم بری خواهد بود، برای که علی را به جایی بردید که خود علی راضی نیست و علی از شما بری است، از شما جداست، کما اینکه شما از علی بری هستید. این گونه اظهار محبت کردن و این گونه خود را به علی نسبت دادن واقعیت چیز دیگری است. که شما بخواید علی را به درجه الوهیت برسانید به معنی که علی را دوست داریم، خیر، علی را دوست داشته باشید، ولی علیوار علی را ببینید، ولی علی را در حد خود ببینید.
در اون جایی که خدا فرموده، در اون جایی که رسول خدا فرموده، در اون جایی که خود حضرت علی فرموده. دو نفر درباره من هلاک می شوند، یکی شمایید، به اتفاقی که شمایید. غلو در علی در صف کسانی هستند که هلاک می شوند. حالا بنگر دو سنف خود حضرت علی میفرد، دو گروه درباره من هلاک میشوند. یا در روایتی که هر رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمود خطاب به حضرت علی که دو گروه درباره شما هلاک میشوند. یک گروه اول کسانی که شما را به درجه الوهیت بالا میبرند، از حد خود فراتر. گروه دوم افرادی که به تو توهین میکنند، مقام و شأن تو را پایین میآورند، مثل خوارج، یا دشمن تویند. حالا شما خود را بازیابید، در کدام گروهید؟ گروه اولی یا دومی؟ ما خود را شناخته ایم، ما در گروه وسطیم، نه در گروه اول نه در گروه دوم. و کذالک جعلناکم امتا وسطا، ما حضرت علی را روی سر خود جای می دهیم، مقامی که خدا و رسول خدا به او داده به او میدهیم، نه مقامی که شما میخواهید به او بدهید و از درجه الوهیت بالا ببرید. پس بنابراین مقام حضرت علی همون مقامی است که خود فرموده، انما انا من المسلمین، من یکی از مسلمانان هستم. ولی این مسئله هم سفر بودن با رسول الله صلی الله علیه و سلم، خب خیلی ها آرزو میکنه، عمر هم اتفاقا آرزو کرد، ولی خب نصیبش نشد، نه نصیب علی شد، نصیب عمر هم نشد، این معیت، فقط نصیب ابوبکر شد. لا تحزن ان الله معنا، معنا این معیت و این صحبت، اذ یقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا، همین برای ابوبکر بسه دیگه، اگر فضیلتی هم نداشت همین بس بود. ولی خب چرا نمیتونید تحمل کنید شما این فضیلت؟ چرا این را میچرخونید و میخواهید از ابوبکر دور کنید این صفت؟ بعد معنی لا تحزن که شما فرمودید برادرمون آقا ایرج، که دیگران و دشمنان ابوبکر میگویند لا تحزن، یعنی نترس. از کی تا به حال حزن به معنی ترس ترجمه شده؟ این ترجمه انسان نادان است. حزن به معنی خوف نیست. در جای دیگه خطاب به حضرت موسی لا تخف ولا تحزن میفرماید. پس خوف رو از حزن جدا کرده. خوف یعنی ترسیدن، اما حزن یعنی اندوه، یعنی ناراحتی، یعنی دغدغه. این بهش میگن حزن. ابوبکر حزن آسیب رسیدن به رسول الله را داشت، ناراحت بود که نکنه به رسول الله گزندی برسد، نه این که میترسید. که اگر میترسید باش نمیومد از اول، از اول با رسول الله خارج نمیشد و میدونست که تبعات این خروج چی هست، دشمنی زیاد قریشیان. قبل از اینکه شما دشمن ابوبکر باشید، قریشی ها زودتر از شما دشمن ابوبکر بودن، ولی نتونستن کاری با ابوبکر کنن، همراه رسول الله بود. حالا شما اومدید دشمن تازه بعد از کفار قریش برای ابوبکر پیدا شدید، باز هم نمیتونید. نه برای ابوبکر در زندگیش گزندی رساندند و نه هم شما بعد از مرگش نمیتوانید به ابوبکر گزندی برسانید. انفاق کنید، خرج کنید، توطئه کنید، تبلیغ کنید، تأویل کنید، باز هم نمیتونید کاری کنید، زیرا خدا با ابوبکر. ان الله معنا، ان الله معنا، معیت خدا با ابوبکر و رسول الله صلی الله علیه و سلم بزرگترین دژ هست و دفاع هست که شما با همه حمله های زبانی و دستی و فکری و مالی باز هم نتوانستید که گزندی به ابوبکر صدیق برسند. بالعکس روز به روز با فحش و با ناسزا و با تهمت و لعنت شما مقام ابوبکر صدیق بالاتر رفته. پس باز هم این کار را می خواهید بکنید، بکنید به فضیلت و به اعمال
میزان حسنات ابو بکر صدیق افزوده می شود. آقا یوسف از ایران فرمودند که خب چرا اهل سنت این آیه که حضرت علی انگشتر داد و انفاق کرد قبول ندارند؟ میخواستیم آیه را بپرسیم ازش، گفتیم حالا توش میمونه. آیه 55 سوره مائده است. انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. اهل سنت این آیه را قبول دارند، اما نه این که این آیه فقط برای علی نازل شده. این آیه شأن نزولش کسان دیگه هم، عباد ابن صامت یا کسان دیگه هم نام میبرند، و ولی معنیش هم این نیست که این خلیفه و جانشین پیامبر است. هر کس این صفت را داشته باشد ولی خداست. شما آقای یوسف اگر این صفت را داشته باشید، این آیه شامل شما هم میشود، نه حضرت علی. شامل حضرت علی میشود، شامل قبل از آن شامل ابوبکر و عمر و عثمان و بزرگان صحابه و امروز ها مؤمنینی که این صفت را دارند. مگر آیه نمیگه والذین و کسانی که همچون صفتی دارند؟ توضیح دادیم، شرح دادیم، اعراب کردیم، جمله را زیر رو کردیم، جدا کردیم، گفتیم که این آیه تضاد دارد با اون چیزی که شما میگویید. امکان ندارد که معنی رکوع، رکوع یعنی کرنش باشد، و امکان ندارد که در رکوع حضرت علی حرکاتی انجام دهد که باعث بطلان نماز بشود. اتفاقا یکی از سوال بعدی بینندگان محترم، یکی آقا محمد عمر بود که در فقه حنفی پرسیدن اگر کسی در نماز بیهوش شد یا اگر صف خالی اشتو پر کردن در نماز، در مذهب امام اعظم رحمت الله علیه حرکت شما بخواید برید جلو این را پر کنید نمازتون باطل میشه. حرکت در نماز باعث بطلان نماز است، اگرچه هم حرکات کوچک معفو عنه هست. من میخواستم در مذهب امام اعظم این را بگویم. حالا چگونه حضرت علی انگشترش در میاره در نماز، بعد هم به فقیر اشاره میکنه بیا اینجا؟ این لحظه که با خدا بود چی شد؟ لحظه که با خدا بود از خدا روی گردان متوجه فقیر شد؟ آیا این با تواضع و فروتنی و خشوع و خضوع حضرت علی در نماز تضاد ندارد؟ علی که شما خودتون اون را می ستایید و در روایتی که ذکر می کنید که در پای مبارکش حالا تیری بود، یک شیعی بود در جنگ یا در جای دیگر، تیر کمان یا، و هر زمان میخواستن بیرون بیاورن درد شدید داشت. فرمود بگذارید من به نماز که ایستادم دیگه هر کاری میخواید بکنید. در خود روایت خود شماست. حضرت علی به نماز ایستاد و اون تیر را از پای مبارک در آوردند و متوجه هم نشد. یعنی نماز حضرت علی را دیگه از خود بی خود میکند. آقا نماز رابطه ی حضرت علی با خدا برقرار شده، نه این که خدا را رها میکند به فقیر میگه بیا من انگشتر بهت بدم. این با شخصیت، با تقوای حضرت علی همخوانی نداره. این یک مسئله. موضوع دوم، بعد حضرت علی خودش فقیر بوده، زکات بر او واجب نبوده، زکات بر او واجب نبوده که زکات بدهد. سه، شما انگشتر را جزو زکات به حساب نمی آورید. چی بوده؟ طلا که بر مرد حرامه، نقره بوده خود نداشته که بپوشه. حالا چرا در نماز؟ پس چه کار، چطور باید تفسیر کنیم اگر این چیزایی که خب درست هم هست همخوانی نداره؟ چگونه تفسیر میکنیم؟ تفسیرش همچون که مفسرین گفتن، این رکوع یعنی خشوع و خضوع. ولی شما خدا و پیامبر خدا و مسلمانانی اند که در نماز
و در اعطای زکات فروتن هستند. تمام شد. در اونجا میفرماید که لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذى، با منت و اذیت صدقه خود را باطل نکنید. در نماز هم بدیهی است که انسان جلو خالق خود ایستاده، باید فروتن باشد، باید فروتن باشد، دستور است. واخفض جناحک للمؤمنین، حتی جلو مؤمنین هم فروتن باش، تا چه رسد جلو خدا از باب اولا. وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض حنیفا و ما انا من المشرکین، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، همش برای خدا رب العالمین هست، حتی ذبح حتی نذر برای خداست، زندگی من برای خداست. پس بنابراین اون چیزی که شما میگوید تضاد دارد با نه این که ما بخواهیم حالا حضرت علی رو بگیم آقا اینا دشمن حضرت علی، میخوان حضرت علی رو از اینجا دور کنند. خیر قربان، چنین چیزی نیست. مقام حضرت علی بالاست، اما نه به این آیه، نه به این آیه. در آیه دو سه اشکال هست اگر بخواهید شما این رکوع را به معنی کرنش کنید. میخواهید شبیه این آیه رکوع باشد اما معنی رکوع ندهد؟ در سوره صاد، در سوره مریم، یا در سوره آل عمران، در سوره صاد اونجا که میفرماید فخر راکعن و اناب. خر راکعن یعنی چی؟ آیا میشه که انسان بر صورت خود، بر پیشانی خود رکوع کند؟ یا راکعن یعنی خاشعن، بر پیشانی خود افتاد، بر روی خود افتاد و در حال فروتنی سجده کرد. درباره حضرت مریم میفرماید ورکعی مع راکعین، همراه رکوع کنندگان رکوع کن. آیا معنی رکوع میدهد اینجا؟ که حضرت مریم نماز جماعت براش واجب نبود که همراه رکوع کنندگان رکوع کند. معنی رکوع در اینجا خضوع و فروتنی است. پس بنابراین و خود این آیه، این آیه میاد میگه که والذین یقیمون، والذین اول آیه میفرماید انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة وسط نماز و هم راکعون. خیلی عجیبه، یقیمون الصلاة و هم راکعون، یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. خیلی معنی واضح هست. و زکات وسط این دو چه کار داره؟ یقیمون الصلاة و هم راکعون، اما و یؤتون الزکاة وسط چه کار داره؟ فقط میخواهد خشوع و خضوع را برسونه. یقیمون الصلاة، نماز را برپای میدارن، تمام شد. و یؤتون الزکات، و نماز و زکات میدهند در حالی که فروتن و خاشع و خاضع هستند. خیلی معنی قشنگی پشت سر هم. اتفاقا چطور میشه که اقامه نماز اول بشه بعد بگه به هم راکعون؟ اقامه نماز بدون رکوع ناقص است، اقامه نشده. چطور خدا میفرماید یقیمون الصلاة بعد میفرماید به هم راکعون؟ مگر نماز بدون رکوع اقامه نماز شده؟ خوب نشده. بعد چگونه شما تصور میکنید و هم راکعون؟ اهل زبان میگن واو، واو حالیه هست، یعنی حال کونهم راکعون. خب چطور میشه که شما در رکوع نماز بخونید؟ یقیمون الصلاة و هم راکعون، میشه؟ نماز را برپای میدارند در حال رکوع. مگر نماز را در رکوع میخوانند یا رکوع را در نماز انجام میدهند؟ رکوع را در نماز انجام میدهند. به معنی دیگه این جزئی است تابع کل که نماز باشد، نه اینکه کل تابع جزء است که رکوع باشد. پس بنابراین اینجا هم باش همخوانی نداره. یقیمون الصلاة و هم راکعون، حالا و یؤتون الزکاة در این وسط. یقیمون الصلاة
و یؤتون الزکات واو واو عاطفه هست، اما و هم راکعون واو حال حالیه هست، این واو حالیه هست، یعنی حال کونهم خاشعون، چون که نماز را در حالت رکوع نتوان انجام داد ولی رکوع را در حالت ادای نماز بله. به نظرم واضح شد. بسیار خوب، بله آقا محمد عمر فرمودن صف را پر کرده در فقه حنفی. اگر حرکت به گونه‌ای باشد که شما از این صفه که حدود یک متر بیشتر است بخواهید به صفه دوم بروید، در فقه حنفی نماز باطل است. ضمن اینکه جمهور اهل علم می‌فرمایند نماز باطل نیست، اما شما تحدیداً پرسید در فقه حنفی نماز باطل است. و این رب دادم بنده عرض کردم در مسئله حرکت حضرت علی چگونه می‌شود در نماز این حرکت را انجام بدهد و نمازش هم باطل نشود. اون زمان هم اون فکر و اون حضور ذهن حضرت علی که همیشه در نماز بود و با خدا بود، یک لحظه در نماز از خدا جدا نمیشد و میدانست که جلوی خالق خود ایستاده. دیگه دنیا و اینها برای حضرت علی معنی نداره. بسیار خوب. حالا فرمودید اگر کسی در نماز بیهوش شد افتاد، خب این از باب ضرورت شما میتونید نماز را باطل کنید، اصلا ایشون را نذارید بیفته، نگه میدارید. حتی اگر حرکات شما باعث شود که زیاد باشد و نماز شما باطل شود، بطلان نماز شما در اینجا اشکالی نداره. یعنی این حرکت شما میارزه که شما یک عبادتی را انجام بدهید، این خود یک عبادتی است. نماز را میشه بعد اومد در صف ایستاد و تکمیل کرد، ولی یک بنده خدا را از این که ضربه مغزی مثلا بشود نجات دادید؟ بله، ولی مبطل نماز هست. بسیار خوب، به خصوص که شما تهدید فرمودید در فقه حنفی. در مذهب امام اعظم این است که شما وقتی که به نماز ایستادید، آقا دیگه حرکت ممنوع، مگر حرکت خیلی یسیری باشد که مثلا شما حالا گونه هاتون ری خارش دیگه، بس در این حد فقط، بیشتر از این دیگه جایز نیست. اگرچه هم در بعضی از کتب فقه سه حرکت را نام بردند. بسیار خوب، سوال سوم شما درباره بهشت بود، حالا دوزخ که هیچ، دید که چرا بخواد برای مردان گفته برای زنان نگفته. شما اگر به قرآن مراجعه کنید ببینید که برای زنان گفته. اولا خطابی که به مؤمنین هست، زن و مرد شامل آن خطابند، بهش میگن صیغه های عمومی، صیغ العموم، یا ایها الذین آمنوا، تمام شد. این خطاب عمومی است، شامل زن و مرد و کودک و پیر و جوان همه میشود و دقیقا مثل در فارسی بگیم ای مردم، ایها الناس، ای مردم، خب یعنی فقط مردان زنان نه، ایها الناس یعنی فقط مردم، مردان و زنان نه، خیر. وقتی که ما میگیم به عموم بینندگان محترم، خب تمام شد دیگه، زن و مرد شاملش هست، بینندگان محترم زن و مرد پس بنابراین صیغه های عمومی زن و مرد شامل. دو، در جاهای زنان را به ذاته نه نام برده، به خاص به خودشون نام برده و هر جا که اسم زنان برده اسم مردان برده. مثلا در سوره احزاب خطاب به زنان پیامبر، یا نساء النبی. دنباله همین آیات در آیه 35 و 36 و همینطور همین سوره، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، همینطور میاد هر جا که نام میبره، مؤمنین مؤمنات، مسلمین مسلمات، خاشعین خاشعات، صائمین صائمات، صابرین صابرات، بعدش زنان نام برده. و ما
سوره‌ای داریم به نام سوره نساء، سوره‌ای داریم به نام سوره مریم، و در جای دیگر می‌فرماید که من عمل صالحا من ذکر او انثى، کسی که کار شایسته انجام بدهد چه مرد باشد چه زن، من ذکر او انثى. حالا دنبال آیه فلنحیینه حیات طیبه یا جای دیگر، در دو جا در این ذکر شده. من هر جا که عمل صالح از شما یکی از شما انجام بدهد چه مرد باشد و چه زن باشد، ولی به شرطی که مؤمن باشد، به بهشت می رود. بهشتی که خداوند وعده داده برای مؤمنین شامل مردان و زنان است. بسیار خوب. آقای یونس از ترکیه، سوره توبه چرا بسم الله ندارن؟ دو رأی در این وجود دارد. فرمودند که مکمل سوره ما قبل هست و سوره قبل از سوره توبه درباره باز بعضی از مشرکین هست، درباره بعضی از منافقین هست، درباره بله سوره انفال. و دو می‌فرمایند که اون شروع یا محتویات آیات سوره توبه همخوانی با رحمت خدا، با مغفرت و عفو خدا ندارد. همش در بیشتر درباره منافقین هست، درباره عذاب جهنم هست. این دو را علما ذکر کردن. بسیار خوب. بعد فرمود بعضی از آیات معنی از معنیش استفاده نمی شود. بنده متوجه نشدم، خود حضرت علی هم نفرمودید که چه آیه است که ما ممکنه بگوید بعضی از آیات دو سه معنی دارد. این درسته، این آیات متشابه میگویند در علم قرآن یا علم تفسیر. در سوره آل عمران هم در آیه 7 به همین موضوع اشاره کرد. هو الذی انزل علیک الکتاب منه آیات محکمات هن ام الكتاب و اخر متشابهات. دو قسم، یک قسم آیات محکمات و دوم آیات متشابهات. محکمات یعنی یک معنی بیشتر در بر نمیگیرد، متشابهات بیش از یک معنی در بر دارد. این درست است. بعد دنباله آیه میفرماید کسانی که مرض نفاق در دل آنهاست، زیغ در دل آنهاست، دنباله آیات متشابه هستند. برای چی؟ ابتغاء الفتنه، ابتغاء تأویل، برای فتنه این کار رو میکنند، برای تأویل آیات از معنی واقعیش این کار میکنند. بله خیلی خوب. آقا علی اکبر فرمودن برام دعا کنید که فردا عمل دارم، ان شاء الله خداوند شما را شفای عاجل عطا فرماید. خرمون عایشه از امارات، همسایه و دوست زرتشتی داریم، آیا نماز خوندن در خانه اونها اشکال دارد؟ خیر، اشکال ندارد. نماز در هر جا جایز است، مگر اینکه اون مکان یا اونجا طاهر نباشد، پاک نباشد. اگر مکان طاهر باشد در خانه زرتشتی و در خانه کافر هم نماز جایز است، مگر اینکه مکان طاهر نباشد یا اینکه در روبروی شما در اونجا که میخواهید نماز بخوانید بت باشد، بت کده باشد. مثلا اون اتاقی که شما درش نماز میخوانید محل بت و محل پرستیدن بت باشد، مجسمه باشد، این جایز نیست. حالا چه خانه زرتشتی باشد چه خانه کسی دیگر. بسیار خوب.
آ محمد صدیق از سنندج فرمودند کسی که به ام المؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها بد بگوید آیا کافر است؟ این برمیگردد به این که ایشون یک واقعیت را انکار کند. اگر آیات قرآنی که درباره براءت این صدیقه طاهره رضی الله عنها یعنی حضرت عایشه نازل شده انکار کردند، بله انسان آیات را انکار کند و منکر این آیات باشد و منکر حکمی از احکام الهی باشد از دین بیرون است. اما اینکه به محض اینکه انتقاد کند از عایشه و انتقاد کند از حضرت ام المؤمنین، به محض انتقاد جایز است و ایشون را از دین بیرون نمی برد. انتقاد از هر کسی جایز است جز از رسول الله صلی الله علیه وسلم. انتقاد بنا این کار را نباید می کرد. به عنوان مثال حضرت عایشه نباید از مکه برای مطالبه خون حضرت عثمان به کوفه می رفت. خب این انتقاده، اشکالی نداره. اما اینکه شما بید فحش بدید و بعد بگید، فحش به رسول الله دادید، در نتیجه به رسول الله فحش دادن هم انسان به از دایره ایمانی بیرون می رود و به دایره کفر داخل می شود. ما کان لکم ان تؤذوا رسول الله، شایسته نیست برای شما که رسول الله را اذیت کنید. یعنی به نظر شما، به نظر آقایون، کسی که به حضرت عایشه تهمت میزند رسول الله را خوشحال کرده یا اذیت کرده؟ جواب بدید. بله. بعد بدونید که در کدوم گروهید. وقتی که رسول الله را اذیت کردید، در آخر همین سوره میفرماید که والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بهتانا و اثما عظیما. در آخر سوره بعد میفرماید که کسانی که رسول الله را اذیت میکنند لعنهم الله فی الدنیا والآخره، مورد لعنت خدا در دنیا و آخرت هستند. ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والاخره. آیا گفتن ام المؤمنین عایشه این طور بود و اون طور بود و این بود و آن بود موجب خوشحالی رسول الله است یا موجب اذیت و آزارش، حالا چه در مرگ و چه در قبر؟ بله، جواب نزد خود شماست. بله، آقای غلامی از ایران که اینطور فرمودن به صفات ابوبکر به ما گفتن جواب بچگانه دادید، که جوابمون به نظرم بچگانه نبود آقای غلامی، و تازه یک دو سه صفات بیشتر نگفتیم. صفات زیاد بیشتری دارن حضرت ابوبکر صدیق که دیگران این صفات را ندارن. بدیهی است که حضرت علی هم صفات دارن که ابوبکر نداشت. حضرت علی صفاتی داشتند که ابوبکر نداشت، عمر هم نداشت، ولی عثمان داشت به عنوان مثال، اون هم دامادی رسول الله صلی الله علیه و آله. حضرت علی مشرف شد به این که داماد رسول الله بشود، ولی حضرت ابوبکر و حضرت عثمان مشرف نشدند، ببخشید به حضرت عمر مشرف نشدند به دامادی رسول الله، بلکه مشرف شدند به پدر خانم رسول الله صلی الله علیه و آله. پدران دو امهات مؤمنین بودند، پدر عایشه و پدر حفصه رضی الله عنها اجمعین. پس این بدیهی است که صفاتی برای کسی است و برای دیگری نیست. از اینکه ما گفتیم این صفات، صفات یار غار بودن و هم صحبت بودن با رسول الله صلی الله علیه و سلم فقط ویژه ابوبکر بود، این صفت گیر، این مقام گیر علی نیومد، گیر عمر نیومد، نصیب عثمان نشد، معناش این نیست که حضرت علی دیگه مقامی نداشته باشد یا از قافله عقب مانده باشد. خیر، خود حضرت علی هم ابوبکر و عمر را بر خود برتر می دانست. آقا
خود حضرت علی میفرمود اگر کسی را بیارن نزد من که برا از ابوبکر و عمر برتر بدانم او را حد میزنم. حالا شما کاسه از آش داخترید دیگه. لا اوتی رجلا یفضلنی علی ابوبکر و عمر الا جلدته حد المفتری. الله اکبر، حد مفتری بهش میزنم. محمد ابن حنفیه فرزند مبارکش زمانی که ازش میپرسه بهترین افراد بعد از رسول الله کیا بودن، فرمود ابوبکر. گفت دیگه چی؟ کی؟ فرمود عمر. محمد ابن حنفیه میفرماید که ترسیدم اگر سومی بگویم بگوید عثمان. گفتم بابا سومیش دیگه خودتی. در جواب حضرت علی فرمود به پسر مبارکش محمد ابن حنفی، فرمود ای پسرم انما انا من المسلمین، من یه نفری از مسلمانان هستم. پس نیایید برای علی صفتی قائل شوید که خود علی آن صفت را نخواهد. بسیار خوب، اتاق فرمان. عسکری از ایران، بفرمایید عسکری. بفرمایید، با گوشی با ما صحبت کنید. الو سلام. سلام و رحمت الله. الو سلام. و علیکم السلام. ببخشید های خدمتی، میخواستم چند دفعه اول میخوام از ایران زنگ میزنم. من شیعه بودم، مدت شیعه بودم، ولی الان به طور کلی با برنامه های شما و با صحبت هایی که شما کردید تو اینا دیگه کم کم تو راه اومدم و فهمیدم. حال در این منطقه ما در ایران میدونید ما الان چند وقت خدا میدونه من توی ماه رمضان مسجد نرفتم به خاطری که همش یا توهین به ام المؤمنین عایشه یا به دیگر صحابه رسول الله هست. ولی در وقتی یکی میمیره از دنیا میره ما مجبور میشیم که باید برای بالاخره عرض تسلیت چون همه میشناسیم اما بریم. وقتی میریم اونجا هم همین برنامه هست، آیا نشستن در این مجالس صحیحه یا نه؟ اول میخواستم این سوالو بپرسم، بعدم میخوام بگم که اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله. خدا از شما بپذیرد و شما را ثابت قدم نگه دارد و بر ایمان و توحید شما بیفزاید انشاءالله. موفق باشید، جواب را خواهید شنید انشاءالله. چشم. فاطمه از ایران، بفرمایید خواهرم. الو سلام علیکم، خسته نباشید. ببخشید در مورد نماز سنت صبح میخواستم سوال بگیرم. تا الان به من گفته بودن نماز سنت صبح نماز سنت مؤکده است و دست کمی از نماز صبح نداره، یعنی مثل نماز صبح واجب بدونین تقریبا. ولی تازگی ها من شنیدم بهم گفتن که نه، نماز سنت صبح سنته و حتی بعد یه موقع هایی نخونی که حالت واجب به خودش نگیره. حالا من موندم چون آخه به هر حال آدم مثلا یه جوری که حتی به خاطر غفلتی که داره سعی میکنه مثلا، حالا نمیدونم شاید من مثلا این طور حالتی داشته باشم، بعضی موقع به دلیل خواب‌آلودگی چون چنین چیزی شنیدم قبلا نماز سنت هم خیلی محکم میگرفتمش، ولی الان چون چنین چیزی شنیدم چون بهم گفتن که نماز سنت نباید حالت فرض بدونین، حالا نمیدونم واقعا بعد بخونم یا بعد یه موقعهای نخونمش. و همچنین در مورد قنوت نماز صبح میخواستم ببینم اگه فراموش بشه آیا سجده صبح داره یا نه، و اگه میشه یه مواردی که سجده صبح داره به طور خلاصه برامون توضیح بدین. و سوال دومی هم در مورد نماز جماعته، نماز جماعت خواهران با بلنگو یعنی از طرف آقایون پخش میشه که خودتون هم بیشتر در جریان هستین، میخواستم ببینم اگه یه موقع اتفاق بیفته که وسط نماز جماعت به هر دلیلی بلنگو قطع بشه و یکی از خواهران تو ردیف سوم بخواد این نماز رو ادامه بده، مطابق فرموده خودتون حرکت گناهه. حالا میخواستم ببینم این خانم بعد چه جوری نماز جماعت رو ادامه بده، چون ردیف سوم هستن، آیا دو ردیف که جلوتر از ایشون هستن شامل این نماز جماعت میشه یا نه؟ و در مورد سوال سوم هم در مورد میخواستم بپرسم که اگه کسی وضو داشته باشه بخواد مثلا گوسفندی رو ذبحش کنه یا به هر حال یه حیوانی مرده بخواد مثلا اون خوردش کنه، آیا خونی که از اون به روی دستش میریزه اینا این وضو رو باطل میکنه یا نه؟ ممنون میشم، دستون در نکنه، عذرتون با خدا. خدا حافظ شما. بیننده بعدی باز هم فاطمه از اینون، بفرمایید خواهرم. سلام، خسته نباشید. سلام و رحمت الله.
می‌خواستم بدونم قضای روزه رمضان امسال رو حتما باید قبل از رمضان سال آینده گرفت و به ازای قضای روزه میشه مالی چیزی به یتیم یا فقیر داد و قضای روزه رمضان سالهای پیش کرد بر اثر جهالت کسالت یعنی عمدی نبودی چشم خوشمون باز نبودی که نماز بخونی روزه بگیریم الان تصمیم گرفتیم روزه بگیریم قضا داری یا کفاره و در مورد زکات هم اگه میشه یه توضیح مختصر کلی بفرمایید و سوال بعدی این که من 15 میلیون میخوام بدم یه ماشین بخرم راحت میتونم ماشین بخرم یا چه میدونم زکات داره یا الان جدیدن میگن خمسن داره نمیدونم اینو من چی کار باید بکنم راحت میتونم ماشین بخرم یا نه ممنون متشکرم خدا حافظ شما یوسف از ایران بفرمایید آقای یوسف سلام علیکم سلام و رحمت الله به گوش ما یوسف علیکم السلام بفرمایید نماز تراویح سجده سهو داری یا نه جواب را خواهید شنید متشکرم خدا حافظ شما ابو بکر از دماوند بفرمایید ابو بکر سلام علیکم و رحمت الله خدمتی عزیز بفرمایید ابو بکر آقای خدمتی چند روز پیش من خدمتون زنگ زدم خدمتون عرض کردم که آیا جایز است که من برم تو مسجد محلمون نماز بخونم یا نه حضرت عالی فرمودین که بله میتونیم بریم من هم امروز رفتم مسجد محلمون نماز خوندم اولش که با ترس و لرز وضو گرفتم ته مسجد جناب آقای خدمتی شما میفرمایید میگیم برو اما به خدا نمیشه اذان میخواد بگه اقامه که میخواد بگه اول یه چیزی که دربری میاد حدیث میکنه میگه که منظورش اینه که امام زمان زودتر ظهور بکن از جل فرج اینو میگه بعد شروع میکنه به اذان گفتن بعد خواستم ببینم که یه بارم زیرنویس کردم جواب دادن که مسجدی که توش غیر از فریاد الله باشه جایز نیست بری حالا من نمیدونم جناب خدمتی شما چی کار باید بکنیم قربان این اگه توضیح بفرمایید ممنون میشم چشم بعد در ثانی ما از ساعت نزد میریم تو خرابه نماز میخونیم آقای خدمتی شوفر تاکسی هستم نماز ظهرم که میخوام از دست ندم سر وقت رفتم تو خرابه نماز میخونم و الله به خدا آقای خدمتی حالا شما میفرمایید من برای تو این بچکده ها نماز بخونم ممنون میشم ازتون انشالله پاسخ خواهید گرفت انشالله آقای عباسی از هلند بفرمایید عباس بله عباسین بفرمایید عباسین از هلند الو سلام علیکم آقای خدمتی سلام و رحمت الله آقای خدمتی روز را براتون مبارک میگم همچنین بر شما آقای خدمتی ما از همشهری افغان شما هستیم در شهر در هلند زندگی میکنیم ما افغان ها برای شما آقای خدمتی بسیار احترام خاص قائل هستیم برای همه دستردکاران شبکه های اسلامی و توحیدی و خصوصا برای شما آقای خدمتی خدا شما را حفظ کنه انشاءالله آقای خدمتی ما چند سوال دارم ما اینجا در مسجد مراکویا نماز میخوانیم و عنوان در نماز تراوی دعای قنوت را نمیگن عوض دعای قنوت دعای سی قل یعنی قل ولا واحد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس اینا تلاوت میکنن یک و دوم دیگه اگر در جماعت تعداد مردم به جماعت نرود ولی خانه جماعت کند امرای زن و فرزند خود ایچی اجازه داره و سوم جماعت زن در خانه یا در اجتماع یا در دیگه جا چی اجازه داره سوال دیگه صلات تسبیح به جماعت اجازه دارد یعنی و سوال دیگه سجده اینالی بود بس شما را پیروزی بر شما میخواییم موفق باشید برادرمون خداحافظ خداحافظ شما بیننده بعدی رو بدید خانم کمالی از ایران بفرمایید الو بفرمایید
خسته نباشید آقای خدمتی. من یه سوال داشتم. خانواده شوهرم یه اسم رو برای فرزند من در نظر گرفتن، اسم برادر مرحومشون هستش. بله بله بگوشیم. بعد یه آقای که از همون بستگان همسرش به من گفتش که این اسمو برای فرزندتون نذارین، چون هر کسی تو این روستای ما از این اسم استفاده کرده، خب دقیقا این کلمه رو به کار برد که خیلی تو زندگیش ندیده. خب من به عنوان مادر راستش نگران فرزندم هستم که خدای نکرده این مسئله واقعیت داره یا مثلا چنین چیزی هست یا نه. به خاطر همین بود که با شما تماس گرفتم. میشه بگید این اسم چه اسمیه؟ خواستم اسم خدمت الله هستش و ایشون تو سن یعنی جوانی فوت شدن. چند تا مثال همون آقا برای من زدن که مثلا فلان بوده، فلان کس بوده و اینا هم همینجوری تو جوانی فوت شده بودن یا مثلا مشکل روانی براشون پیش اومده بوده. خب من یه مقدار نگران هستم، میخواستم یه مشورتی با شما داشته باشم اینم واقعا چنین چیزی وجود داره یا میشه مثلا اینجور چیزی باشه. چشم، توضیح میدیم شما. یه توضیح بدین ممنون میشم. حتما نشان بیندی بعدی رو بدید و جمع جون. خانم بله برمون فرمون، خانم فرمون از ایران بفرمایید. بفرمایید خانم. سلام. سلام و رحمت سلام الله. سلام آقای خدمت. علیکم السلام. ببخشید یه سوالی داشتم، میخواستم بپرسم که یه نفر تو شهر ما هست ازدواج کرده با یکی از اقواممون که اهل سنته، بعد این خانم که دینش اهل شیعه است الان خودش به عقیده خودش سنی شده، بعد پلو ما که میاد نماز مثل ما میخونه، بعد وقتی میره خون پلو مامانشو، مامانش میاد اینجا پلوش نمازو با مثل خودشون میخونه، قبلا میگه میخونم برای اینکه مادرم ناراحت نشه و این چیزا. میخواستم بپرسم آیا میتونه این کارشو ادامه بده یا نه باید مثلا از یه دید فقط یه جور نماز بخونه. بله ممنون میشم. موفق باشید. شیدا از ایران آخرین تماس باشه در این بخش. بفرمایید. الو. بفرمایید خانم. الو استاد سلام، خسته نباشید. سلام. بفرمایید. ببخشید من 3 تا سوال داشتم. بفرمایید. میخواستم بگم موقعی که نذر میخوام بکنم. الو. بله بگوشم. استاد میخواستم مثلا من مادرم مریضه میخوام براش نذر بکنم. اینو بله. چطوری بگم؟ چون که میگن نذر فقط برای خداست. چشم. کسی نذر بکنه چیکار؟ مثلا چه بگم بعد برای نذرم؟ که مثلا خدا ازم نرنجه. توضیح خواهم داد. چشم. یه سوال ببخشید، 2 تا سوال دیگه داشتم. یکی این که من نفخ روده دارم، نفخ روده و معده دارم، خیلی زود مثلا وزن باطل میشه، چیکار باید بکنم؟ تو در این قرآن خواندن نماز خواندن خیلی دیگه یعنی اعصابم خراب شده. چشم. ببخشید سوال آخرم اینه که اگه قرآن مثلا تلویزیون قرآن پخش میشه یهو مثلا برید سراغ کارهای دیگه گناه داره که مثلا قرآن همونطور روشن باشه، تلویزیون همونطور روشن قرآن نشون میده؟ باشه. دیروز هم گفتیم باز هم خواهیم. تا سوال. ممنونم استاد. خدا حافظ شما. بله. باز شیدا از ایران. بفرمایید. شیدا از ایران. بفرمایید. تشکر میکنم از برنامه خوبتون. وقتی یه سوال داشتم. اگه من تو نماز جماعت باشم یه موقع ترشح بگیرم آیا باید دوباره دست نماز بگیرم یا نه؟ مرسی ممنون. خدا حافظ. چشم. خدا حافظ شما. تمام شد؟ بذارم جواب بدیم. ببینید آیه عسکری در رابطه با اینکه در مجالسی که مجالس عزا همون مراسم همون
فرموده اید که جز مهتدین هستید، خدا به شما کمک کنه انشاءالله و ثابت قدم باشید. فرمودید که در اون مجالس برویم باز هم منکر هست، باز هم در حدی که تهمت از خود جدا کنید اشکالی نداره شما در این مجالس. اگر شما رو متهم کنند و شما رو مورد اذیت و آزار قرار بدهند به محض این که در این مجالس نیامده بودید و مزاحم کار دعویتون میشن، بدیهیست که شما اگر در اونجا نرفتید شما رو متهم میکنند یا دستگیر میکنند یا اذیت میشید و از اون طرف کارهای دعوی شما هم خواهد خوابید. یعنی این که اگر شما رفتید در کنج زندان و هر بلایی بر سرتون در اومد نمیتوانید دیگه دیگران را به توحید و یکتاپرستی دعوت بدهید. لازم نیست که شما ایده خود بر همه عیان کنید و برای عرض تسلیت به اونجا بروید و سریع بیرون بیایید. ننشینید برای شنیدن چیزهایی که خلاف فرمایش خدا و رسول خداست. در حد تسلیت گفتن اشکالی ندارد. خواهرمون فاطمه در رابطه با سنت صبح بگونه‌ای گفتند که برای ما اهمیتش اینطور جلوه دادن که مثل نماز صبح فرض. خیر، اهمیتش زیاده اما فرض نیست. در حدیث رسول الله می‌فرماید صلی الله علیه و سلم، اگر که می‌فرماید نماز صبح از دنیا یا سنت صبح از دنیا و مافیها بهتر است. اهمیتش می‌رسونه. تأکید بر نماز صبح هست. پس بنابراین سنت صبح حتی الامکان بخوانید. حتی علما می‌فرمایند اگر که شما وارد مسجد شدید و دیدید که جماعت هست شما ملحق به جماعت بشوید، اما بعد از جماعت سنت صبح را قضا کنید، یا بهتر است که بعد از طلوع آفتاب سنت صبح را قضا کنید تا شامل نهی هم نشوید. و این اهمیت نماز صبح را می‌رساند. ولی از این که بعضن گفتن نماز سنت صبح نخوانید که مثل فرض تصور نکنید، خیر، چنین چیزی نیست. نماز سنت صبح را بخوانید و در حد سنتش معتقد باشید. بعد قنوت نماز صبح اگر فراموش شد، در مذهب شافعی بله، قنوت در نماز صبح سنت است و اگر فراموش شد هم سنت است، باز براش سجده سهو کنید. نزد جمهور اهل علم نه قنوت سنت است نه هم برای فراموش شدنش سجده سهو لازم است. بسیار خوب. بعد گفتید موارد سجده سهو، هر زمانی شما رکنی از ارکان نماز فراموش کردید و آن را که تکرار کردید که باید تکرار کنید اون رکن را، مثلا فراموش کرده رکوع بروید یا از رکوع بالا بیایید یا یک سجده فراموش کردید، آن رکن را ضمن تکرار آن رکن سجده سهو هم قبل از سلام دادن سجده سهو می کنید. این نزد سادات شافعی است. چه در کم نماز خواندن که وقتی جبران کردید در کم بودن رکعات یا ارکان جبران میکنید و سجده سهو قبل از سلام دادن است، چه در زیادی خوندن و به جای 3 رکعت 4 رکعت بخونید بعدن بنشینید سجده سهو قبل از سلام دادن است. اما نزد سادات احناف فرق میکند در سجده سهو بر زیاد بودن نماز یا کم بودن آن، یا بعضن سجده سهو بر این که چیزی را یا رکنی را حرکاتی را اضافه کردند بر نماز، به جای 2 رکعت 3 رکعت خوندن، یا کم کردند از آن، به جای 4 رکعت نماز ظهر 3 رکعت خوندن، سجده سهو بر زیاد بودن آن بعد از سلام دادن سجده می کنند، سلام می دهند بعد سجده می کنند. بعضن هم قائلند بر سجده سهو بعد از سلام دادن، چه بر زیاد خوندن چه بر کم خوندن رکعات یا ارکان نماز باشد. بسیار خوب. نماز جماعت خواهران اگر بلندگو قطع شد چگونه جماعت ادامه بدهد؟ اگر که
بدیهی است نمازخانه خواهران جدا از برادران هست یا پشت سر هست در جای مخصوص و جایی که نه صدا میشنوند و نه هم میبینند. اگر صدای جماعت و امام جماعت نمیشنوند و جماعت را نمیبینند هنگام رکوع و سجود، یکی از این خواهران پیش نماز میشود و جماعت را ادامه میدهد، یا همه نیت فرادا میکنند، نیت نماز تنهایی خوندن، هر کس به نماز خود ادامه میدهد، زمان قطع شدن تماس با امام جماعت. نه حرکات جماعت میدانید میبینید و نه هم صدای اونها میشنوید. راه دیگر نیست، یا نیت فرادا میکنید، هر کس نماز خود را به شکل فرادا تکمیل میکند، یا یکی از خواهران اونجا پیش نماز میشود و به امامت این خواهر نماز را تکمیل میکنید. اگر کسی با وضو باشد، تیکه گوشت داره خرد میکنه یا حیوانی گفتید ذبح میکنه و لباسش خونین شد، بدیهی است که وضو باطل نمی کند، اما لباس را نجس می کند، خون بدن را نجس می کند، باید شست، اما وضو را باطل نمی کند. بطلان وضو در مذهب سادات حنفی است، در مذهب حنفی وضو را باطل می کند اگر خون از خود انسان جاری شود، از بدن انسان جاری شود، و جمهور اهل علم قائلند که وضو را باطل نمی کند، فقط نماز را باطل می کند، خون اگر از بینی یا از حال و دهان یا جای دیگه بدن شما خون بیاید. پس بنابراین شما اگر در جماعت بودید و اقتدا به سادات احناف و امام اعظم کردید، از بدن شما خون آمد، هم وضو را و هم نماز را تجدید می کنید، یعنی می روید تجدید وضو می کنید و به نماز می ایستید. بله. اما گوشتی تیکه می کنید و خون در آن بود، وضوعتان باطل نمی کند، فقط مکان را یا دستتون یا لباستون اگر به آن اصابت کرد باید شست، زیرا خون نجس است. باز هم خواهرمون فاطمه از ایران، قضای رمضان باید فوری باشد؟ بله، بعد از انتها از ماه مبارک رمضان، اگر دو روز، سه روز، هفت روز شما قضا داشتید، قضای آن روز میگید. حتی بعد از رمضان سوال خواهد آمد. اون شش روز شوال نیت سنت با فرض یا اینکه بعضن سوال را میکنند، میگوییم که خیر، اول بدهی خدا را بدهید، اون چیزی که در ذمت شماست، یعنی چند روز روزه رمضان که از شما قضا شده، فوت شده، اون را قضا کنید، بعد هم فرصت هست برای شش روزه شوال. در مذهب سادات شافعیه اگر رمضان بر رمضان گذشت و شما قضا نکردید، به اضافه قضای کفاره هم داره، قضای یک مسکین. اما در نزد جمهور اهل علم خیر، این نیست، نزد سادات احناف چنین نیست، فقط قضا لازم است بس. درباره زکات هم گفتید توضیح بدهید. توضیح زکات، بارها گفتیم زکات مثل نماز، مثل روزه، مثل حج واجب است. شما اگر اموالتون به حد نصاب زکات رسید که معادل با 85 گرم طلا باشد، قیمت آن 2.5% باید زکات بدهید. حالا اگر تصور کنید که حد نصاب زکات مثلا 10 میلیون تومان هست، از 10 میلیون تومان به بالا زکات دارد، باید که 2.5% زکات آن بدهید. در 1 میلیون، در 1 میلیون تومان 25,000 تومان و در 10 میلیون تومان 250,000 تومان و همچنین در 100 میلیون تومان 2.5 میلیون زکات دارد. ماشین زکات دارد؟ کسی بخواهد ماشین، خیر، نه زکات دارد نه خمس دارد، برای استفاده شخصی. اما اگر ماشین برای کرایه باشد، کرایه کشی یا استفاده برای کارهای تجارتی، هر چیزی که کار کردید آخر سال 2.5% آن زکات میدهید. اما وسایل شخصی مثل اتومبیل و
مثل وسایل مبلمان خانه، مثل منزلی که مسکونی که شما دارید و فرش آن منزل، زکات به آن تعلق نمیگیرد. اون چیزی که برای نمو و رشد اموال هست، زکات به آن تعلق میگیرد، یعنی تجارت. بسیار خوب. آیا یوسف از ایران نماز تراویح سجده سهو دارد؟ بله، اگر که امام جماعت مرتکب سهو و اشتباه شدند در نماز، سجده سهو می کنند، چه در تراویح باشند و چه در نماز فرض باشند. بدیهی است که جماعت یا مأمومین اگر چه هم خود مرتکب اشتباهی بشوند، با اقتدا به امام جماعت دیگه سجده سهو نمی کنند. به یک معنی امام جماعت اشتباهات و سهو مأمومین را تحمل می کند، اما مأمومین سهو امام جماعت را تحمل نمی کند. یعنی اگر خود امام جماعت اشتباه کرد و سهو کرد، ولی اون که مأمومین سهو نکرده باشند، او سجده می کند. مأمومین هم به تبع به خاطر اقتدا به امام کردن سجده سهو می کند. اما اگر مأمومین اشتباهی کردند، دیگه امام سجده سهو نمی کند. و سهو مأمومین امام متحمل می شود حتی بدون سجده سهو. ابوبکر از دماوند فرمودید که به توصیه ما رفتید مسجد و نماز خوندید، دیدید که همش درش یا مهدی میگن، عجل فرجهو میگن. اگر این توریست که شما از ایمان و عقیده خود می ترسید و در اونجا به جای عبادت خدا عبادت بنده خدا بود و به جای ندای الله ندای کسی دیگر بود، شما بدان مسجد نروید، در جای دیگر نماز بخونید. اما شما میگویید که من در خرابه نماز میخونم. چرا در خرابه نماز میخونید؟ اگر از جان خود میترسید و اون ظاهر سنی بودن یا دست بستن را از اون میترسید، دست باز نماز بخونید. چه لزومی دارد که شما دست بسته نماز بخونید؟ دست بستن سنت است. اگر دست نبستید نمازتون صحیح است. پس با دست باز نماز بخونید تا اون موارد تهمتی که بر تغییر ایده و عقیده شما باشد به شما تهمت تغییر عقیده نزنند. بسیار خوب. عباسین از هلند حسن محبت دارند نسبت به برنامه و نسبت به شبکه جهانی کلمه. خداوند هم شما را دوست داشته باشد. فرمودید نماز تراویح به جای دعای قنوت، قل اعوذ برب الفلق و قل اعوذ برب الناس می خوانند و قل هو الله. قنوت در نماز وتر هم سنت است. یعنی اگر نماز وتر خوندید و قنوت در آن نخوندید، نماز وتر شما صحیح است، اشکالی ندارد. و اگر اقتدا کردید به امام جماعتی که حنفی مذهب نبود و تا 15 ماه مبارک رمضان در نماز وتر قنوت نخواند، نماز وتر شما صحیح است، اشکالی نداره. یا اینکه قنوت را بعد از بالا آمدن از رکوع خواند، باز اشکالی نداره، چون که هر روایت صحیح است. هر دو روایت، چه قبل از رکوع شما قنوت بخوانید، چه بعد از این که از رکوع بالا بیایید، هر دو روایت جائز هست. چه اللهم اهدنا فی من هدیت در قنوت بخواهید، چه اللهم انا نستهدیک و نستغفرک و نؤمن بک، فرق نمی کنه، هر دو درسته. فرمودید اگر با زن و فرزندان نماز جماعت بخوانیم اشکالی نداره. اگر مسجد از شما دور است، شما به عنوان مرد و بزرگ خانواده پیش نماز می شوید و زن و فرزند بقیه پشت سر شما نماز می خوانند. و یک تعلیمی هم هست برای فرزندان شما چگونه نماز جماعت بخوانند. جایز است و اشکالی نداره. خانم کمالی از ایران
فرمودید اسمی را انتخاب کردید، همت الله، به شما گفتن این اسم خوبی نیست و این اسمی نمیدونم فلان. این یک نوع تشاؤم به بد هست، جائز نیست این فکر و این نظریه. اگر کسی این اسم داشته باشد در دنیا موفق نمی شود. یعنی چی؟ موفقیت و عدم موفقیت، زندگی و مرگ، مرض و سلامتی هیچ ربطی به نامگذاری ندارد، هیچ ربطی به این مسئله ندارد. شما از این فکر خود را راحت کنید، همون اسمی که دوست داشتید، یعنی همین همت الله بر فرزند خود بگذارید و اتفاقی نمیفتد انشاءالله. و اگر دوست دارید اسم دیگری بگذارید، چه اصراری دارید که حالا همین اسم باشد، اما اینکه به خاطر که دیگران گفتن اینطور میشود و اونطور میشود، خیر، چنین چیزی نیست. اسم محمد و حامد و احمد و محمود و عبدالله و عبدالرحمن انتخاب کنید. بله. خیر. خانم فرمون از ایران فرمودید خانمی حالا از بستگان شما نزد شما که میاد نماز را مثل شما میخواند، ولی نزد مادرش که میرود نماز مثل مادرش میخواند. ببینید این بستگی دارد به این که ایشان در تغییر عقیده خود چه جدیتی دارند. کسی که از خرافات و بدعت خود را رها ساخت و به توحید و یکتاپرستی داخل شد، دیگه موردی نداره که عبادت خود را کتمان کند، مگر این که مثل این برادرمون فرمود ممکنه از جان خودم میترسم. گفتیم که مثلا یکی از ظواهر و نشانه های این که ایشون مذهب تشیع را رها کرده و آمده سنی شده این که بغل ببنده، دست ببنده اینجا. حالا شما دست نبندید، دست باز نماز بخونید، ولی مهر نگذارید، برای اینکه در هیچ روایتی نیامده که رسول الله صلی الله علیه و سلم یا صحابه کرام یا حضرت حسن و حسین مهر گذاشته باشند یا از مهر استفاده کرده باشند برای نماز خود. به خصوص که امروز مهر دیگه از حالت اون تربه یا خاک بیرون رفته، حالت تعبد و عبادت و رموزی که در آن هست، چیزی که نوشتند الله، محمد، علی، حسن، حسین، فاطمه، مهر شده یک نوع رمز آدم پرستی، نه رمز خدا پرستی. بله. بله. بسیار خوب. ولی باید این خواهرمون روش را از قناعت خود را به یک ایده صحیح برساند، نه از تقلید و نه از ترس. چون بس قانع باشند که دین توحید، دین رسول الله صلی الله علیه وسلم و یارانش و آل بیتش هست، نه دین خرافات و شرک و قبر پرستی و آدم پرستی و بت پرستی. خرم و شیدا فرمودند که مادرشون مریضه، میخواد نظر کند، در نظر چه بگوید؟ اولا در مسئله نظر گفتیم که نظر چیزی را عوض نمی کند. در حدیث اومده لا یأتی بخیر انما یستأصل من البخیل، از انسان بخیل یک چیزی بیرون می کشه، چیزی را عوض نمی کنه نظر. به فرضی که نظر کردید، نظر لله می کنید، نظر لله هست. این طوری که خدایا مادرم خوب شد، یا اگر خوب شد من 10 رکعت نماز بخوانم، بر من واجب باد که 10 رکعت نماز بخوانم، این را بگوید. یا اگر مادرم خوب شد، یا خدایا مادرم خوب بشه، من 10 تا فقیر 10 روز غذا میدم. مادرم خوب بشه، به فلان و فلان کمک میکنم. مادرم خوب بشه، 2 روز 3 روز روزه خواهم گرفت، البته بعد از رمضان، چون که روزه رمضان واجب است. و همچنین اما مادرم خوب بشه، میرم مشهد امام رضا، در اونجا 10 رکعت نماز مثلا در اونجا میخونم. چون که لله نیست، اینجا اشکال داره، اینجا نظر اشکال داره. هر نظری لله باشد، شما میتوانید بعد از این که
اون منظور یعنی اون حاجت شما برآورده شد به نظر خود وفا کنید. در غیر این صورت بر شما واجب نیست که به نظر، مثلا مادرتون اگر خوب شد بر شما واجب میشه اون 10 رکعت نماز یا اون 3 روز روزه یا 10 تا فقیر یا چند تا مثلا یتیم را سرپرستی کنید. زمانی که حاجتتون برآورده شد یعنی اون چیزی که با خدا شرط بستید یا نذر کردید انجام گرفت، در غیر این صورت بر شما واجب نیست. و اگر لله نباشد عمل به نذر و وفای به نذر می شود معصیت، خلاف آن باید انجام بدهید. اگر که نیت کردید که فلان مقبره و فلان بارگاه بروید در اونجا حیوانی ذبح کنید بعد از اینکه مرضتون شفا پیدا میکنه، این کار را نکنید. برای اینکه ذبح حیوان نزد قبر یکی از ظواهر یا علامات شرک است. بعد گفتید نفخ دارید چطور نماز بخونید؟ تا حدی که میتوانید کنترل کنید، در حد کنترل. تا زمانی که کنترل میکنید با وضو باشید. وقتی که لا ارادی شما بدون اراده بدون کنترل وضوع شما باطل شد و باز هم تکرار میشه، اگر وضوع بگیرید نمیتوانید برای چند لحظه چند دقیقه هم این وضوع رو نگه دارید، دیگه اشکالی نداره که شما با همون وضوع میتوانید نماز بخوانید، ولو این که این نفخ معده و این مشکل هم داشته باشید، چون که کنترل ندارید. شبیه سلس البول هست، کسی که ادرار ازش خارج میشه بدون کنترل. بعد فرمودید قرآن اگر همینطور روشن باشه و تلویزیون هم روشن باشه، قرآن و تلویزیون، منم مشغول آشپزی یا جای دیگه بشم، بهتر است که قرآن را خاموش کنید، مگر اینکه حواستون به قرآن باشه، به شنیدن قرآن باشه و آیات قرآن را زمزمه کنید یا تکرار کنید یا براتون یک سببی بشود که این آیات خیلی روان و خیلی خوب بخونید. این اشکالی نداره، بسیار فکر جالبی است. اما بنشینید با هم دیگه صحبت کنید، تلویزیون هم روشن داره قرآن میخونه، این خلاف اون چیزی که خدا فرموده. فاستمعوا له وانصتوا، میفرماد گوش بدید و خاموش بشید. شما که گوش نمیدهید دیگه تلویزیون رو خاموش کنید و ببندید. باز خواهرمون از شیدا از ایران در رابطه با ترشحی که در نماز جماعت، اون ترشح لا ارادی است. ترشح زمانی که بدون کنترل باشد و عمدی نباشد، نه نماز را باطل می کند و نه وضو. هر چیز این یک نوع ممکنه در بعضی ها مرض باشد، سلس البول باشد، نفخ باشد، ترشح باشد، طبیعی است، بدون کنترل. اگر تکرار می شود پشت سر هم دیگه شما نه نمازتون باطل نه هم وضو. اما اگر اتفاق افتاد، شما وقت دارید برای این کار، خود را طاهر میکنید و وضو از نو وضو میگیرید و به نماز میستید. بله وقت داریم اتاق فرمان، وقت دیگه تمام شده. بسیار خوب، ما هم تقریبا دیگه جواب دادیم. خدا کند که اون چیزی گفتیم اگر صحیح بوده از ما بپذیرد و از توفیق الهی بوده است، و اگر بد بوده است هم از ما و از شیطان بوده. خدا ما را ببخشد، شما را هم مورد عفو و رحمت خود قرار دهد، مردگان و رفتگان شما نیز بیامرزد و مریضان بینندگان محترم نیز شفای عاجل عطا بخشد و بندگان مظلوم سوریه نیز نصرت عاجل بدهد و ایشان را از شر حکام ظالم نجات بدهد و همچنین مظلومین سراسر دنیا در برمه و در هر جای دنیا هستند نصرت عاجل عطا فرماید. برای ما هم دعای خیر کنید. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و صلی الله و سلم و بارک علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین. قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا
اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون.